آیتا شکیبافر، عکاس و هنرمند بصری، فعالیت‌های حرفه‌ایش رو از نوجوانی آغاز کرده و تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه داره. در سالهای اخیر عکس‌های آیتای در نمایشگاه‌های مختلفی عرضه شده و موفقیت‌های بسیاری داشته. او در گفتگو با بهنود مکری در مورد ویژگی‌های آثارش توضیح می‌دهد. عکاسی به چه سوژه هایی علاقه داشتی؟ به سراغ چه موضوعاتی رفتی؟ مقداری درباره ویژگی های آثار توضیح بده. دقیقا من از زمانی که عکاسی رو به صورت یک حرفه در زندگی خودم بهش نگاه کردم و شروع کردم، سبک های مختلفی رو امتحان کردم، مثل سبک مستند، خبری، عکاسی خبری میکردم، عکاسی ورزشی کردم، عکاسی طبیعت، پورتره. اما خب قطعاً یک کسی که داره یک کاری رو به صورت حرفه‌ای انجام میده، بعد از اینکه یک تایمی میگذره علاقه هاش تغییر میکنه، چرا که بهتر میتونه به ویژگی های اون سبکا و جزئیات رشته خودش دست پیدا بکنه. من ویژگی های آثارم در طی این 10 سال، بعد از 2 سال اولی که گذشت، ویژگی های آثارم تغییر کردن و دوست داشتم عکس هایی رو بگیرم که فقط خاص ذهن خودم هستن، عکسی دوست نداشتم باشه که بتونه دوباره تولید بشه. یعنی من فوتو مونتاژ کار میکردم و عکس ها رو میساختم، یعنی شاید خیلی زمانها من یک عکسم تشکیل شده بود از 17-18 تا عکس و این برای من خیلی لذت بخش بود. من بعد از اینکه 2-3 سال از عکاسی میگذاشتم، اصلا آدمی نیستم که بخوام تو خیابون برم عکاسی بکنم یا بخوام در موقعیت عکاسی جنگ یا خبری قرار بگیرم، و ترجیح میدادم سوژه هام رو طوری انتخاب کنم که فقط خاص ذهن خودم هستن و دوباره تولید کردنشون حتی برای خودم هم مشکله. بعد از تجربیات مختلفی که داشتی، سبک مورد علاقت رو پیدا کردی، به سمت هنرهای خلاقه رفتی، ممکنه در این باره توضیح بدی؟ در واقع فوتو مونتاژ رو در عکاسی جهان به عنوان عکاسی خلاقه یا فاین آرت میشناسن. من به تدریج سبک عکاسیم عکاسی فاین آرت یا خلاقه شد. در واقع این عکاسی به موضوعاتی اشاره داره که شما در ابتدا فضاهای خیالی رو میتونید تصویر سازی بکنین و این سبک عکاسی خیلی به گرافیک نزدیکه. و خب من خیلی خوشحالم از اینکه لیسانس عکاسی داشتم و فوق لیسانس گرافیک و یک تعاملی تونستم بین این دو تا رشته برقرار بکنم. در عکس هام دیگه ما نمیتونیم به فوتو مونتاژ بگیم عکاسی و بهتره که از واژه تصویرسازی استفاده بکنیم. با چیدمان تصویرهای مختلف من یک عکس میساختم و خلاقیت رو الگوی خودم قرار دادم، یک اصل قرار دادم، برای اینکه محتوای من در این جور عکس ها اول دیده نمیشه، اول فرم دیده میشه و خب مردم عام و مردمی که اطراف من دارن زندگی میکنن، قطعا زمانی که داخل یک نمایشگاه وارد میشن و عکس ها رو میبینن، اولین چیزی که نگاه میکنن فرمه. و خیلی برای من جالب میشد زمانی که ذهنیت های مختلف و حرف های مختلف راجع به کارام میشنیدم، اونم به خاطر دقیقا ویژگی فاین آرت بودن یا عکاسی های خلاق است.